ربنا إنا تبنا فاعف عنا وارحم ربنا واغفر لنا وارأف بنا نسلم أنت الخالق المعتمد أنت الوحيد والأحد أنت البارئ والصمد يا مقصدي ومسددي كلما قلنا تبنا دوما عدنا للذنب ربنا تب علينا يا قابل للتاب واعطينا قلبا خاشعا وارزقنا علما نافعا واهدينا نورا ساطعا يا سيدي بمحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين استغفر الله ربي وأتوب إليه. موضوع بحث اخلاق فردی هست. در ارتباط با اخلاق فردی یکی از موضوعاتی که قابل طرح هست عیب زدایی از خود به جای توجه به عیب دیگران هست. مقدمتاً ذکر نکته لازم هست که این خصلت را می توان در اخلاق اجتماعی و در ارتباط با دیگران هم مطرح کرد، ولی در روایات اهل بیت علیهم السلام و مجموعه فضائل اخلاقی اشتغال به خویشتن به جای دیگران و توجه به نفس خود به جای عیب دیگران جزء مکارم و فضائل اخلاقی حساب شده است و اخلاق فردی را از این جهت ترجیح می دهیم و لذا این مسئله در اخلاق فردی مطرح شد. در هر صورت مجموعه نکات و فضائل رذایل که در ذیل این مسئله قابل طرح هست هم مرتبط به اخلاق اجتماعی و در ارتباط با دیگران هست و هم در ضمن اخلاق فردی قابل جستجو و تعقیب هست. همانطور که می دانیم مأموریت پیامبران انسان سازی و جامعه سازی بوده است و دو مقوله اخلاق و عدالت از مسائل عمده و اساسی برای پیغمبران بوده است. در سوره مبارکه حدید آیه 25 به این مهم اشاره شده است که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. همانطور که در روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که اون بزرگوار فرمودن انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، که براستی که من مبعوث شده ام تا مکارم اخلاق را به کمال برسانم. در کتاب مکارم الاخلاق صفحه 8 این روایت را نقل کرده است و روایت بسیار روایت مشهور است. در هر صورت اهداف انبیاء علیهم السلام این جهت هست که با تربیت انسان و با رساندن انسان به کمال انسان خودش در طول ربوبیت خداوند در واقع ربوبیت طولی پروردگار خدای سبحان را به عهده بگیرد و با مدیریت زمین و با تربیت هستی خود بر اساس انتخاب خود اراده خدای سبحان را پیاده نماید. این کار آسانی نیست. انسان در محیط زمین با مجموعه از غرایز زندگی میکند و مجموعه از اوضاع و شرایط و غرایز درونی در بسیار از موارد انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. در همین راستاست که انبیاء علیهم السلام به این جهت توجه داشتند که انسان مؤمن و هدفمند همیشه باید در فکر خویشتن خویش باشد و در واقع به جای توجه به عیب دیگران و عیب جویی و خردگیری از دیگران
عیبه های خود را شناسایی بکند و به اصلاح علاج آنها کمر همت ببندد. لذا هست که یکی از فضائل اخلاقی عیب زدایی از خود به جای دیگران هست و در این راستا آیات روایات زیادی مطرح شده است که در ادامه نقل خواهم کرد. در هر صورت خردگیری از خود و تفحص در خطاهای خود به جای دیگران تعریف مشخص روشنی دارد. انسان گاهی از نظر روانی یا بعضی از افراد انسانها حالتی پیدا می کند که منفی نگری بر او غالب می شود و در واقع به جای اینکه نیمه پر لیوان را نگاه بکند به نیمه خالی لیوان همیشه نگاه دارد و در همین راستا هست که همیشه عیب جویی صفت غالبش می شود به جای اینکه به خودش توجه بکند و عیوب نفس خود را ببیند عیبه های دیگران را با ذره‌بین تحت نظر قرار می گیرد و تحت نظر قرار می دهد و همیشه عیوب دیگران را با انگیزه کوچک کردن دیگران، تحقیر کردن دیگران و خوار کردن هم نوعان خود بر زبان خود یادآوری می کند. اللهم اینی اسألک من کلماتک بأتمها و کل کلماتک تاما. اللهم اینی اسألک بکلماتک کلها. لذا هست که در ارتباط با این خصلت نباید مجموعه امور با هم خلط بشود. اگر انسان با انگیزه خیرخواهی و یا احیانا به قصد امر به معروف و نهی از منکر با شرایط اون عیبه های دیگران را بیان بکند اشکالی ندارد، این خودش عیب زدایی اجتماعی است. همانطوری که فرد مؤمن عیب خود را باید اصلاح بکند، می تواند با شرایط خاص با انگیزه خیرخواهانه عیبه های دیگران را هم تذکر بدهد و یادآوری بکند. منتها عیب زدایی غیر از عیب جویی است. عیب جویی که سبب دشمنی و احیانا سبب فتنه و فساد می شود جزء رذایل اخلاقی است و در تعالیم انبیاء علیهم السلام تأکید شده است که فرد مؤمن اولویت این هست که خودش به خودش مشغول باشد به جای اینکه به دیگران بپردازد و اگر متوجه دیگران هم می شود عیب جو نباشد. انسان مؤمن باید کوشش بکند که عیب زدا باشد. این عیب زدایی فرق نمی کند از خودش باشد یا از دیگران. غزالی اینجا شعر از اون نقل شده است که ای غزالی گریزم از یاری که اگر بد کنم نکو گوید. این خودش کار بد هست. من و آن ساده دل که عیب مرا همچون آینه روبرو گوید. لذا انسان در زندگی اجتماعی یکی از کمالاتش این هست که متوجه افراد جامعه خود هم باشد، ولی در چارچوب امر به معروف، در چارچوب خیرخواهی و در چارچوبی به کمال رساندن به دیگران. و طبیعی است که دلسوزی به حال دیگران غیر از عیب جویی است که به انگیزه تشفی، به انگیزه تحقیر و احیانا خدای نکرده خوار کردن دیگران صورت میگیرد. در هر صورت بنابر این توجه به خویشتن و عیب زدایی از خود با بسیاری از مفاهیم دیگر مرتبط می شود. اولویت این هست که انسان از خودش عیب زدایی بکند. البته می تواند این عیب زدایی را با شرایط خاص فقهی و اخلاقی از دیگران هم انجام بدهد، منتها اون چی که مذموم هست عیب جویی و تحقیر دیگران هست. و لذاست که اینجا مسئله دیگر که باز در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین و در تعالیم اخلاقی ما مطرح شده است بحث تغافل هست. تغافل معنای مشخصی دارد و جزء نهادهای بسیار مهم اخلاق اسلامی است. مقصود از تغافل این هست که انسان با اینکه
از عیب دیگران مطلع هست، آگاه و عالم هست، آگاهانه و عمدن برای اینکه دیگران خودش را اصلاح بکند و آبروی طرف نرود، انسان خودش را به حالت بیخبری سر بدهد. این می شود همون بحث تغافل و چشم پوشی از عیوب دیگران، که این مسئله جزء آداب معاشرت اسلامی است، چی با خانواده و چی با فرزندان، چی با همسایه ها و چی با مجموعه همکارانی که انسان روزانه با آنها سر و کار دارن، و خواه نخواه انسان از اسرار و عیوب دیگران کم و بیش مطلع می شود. در روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که المؤمن نصفه تغافل، نیمی از شخصیت مؤمن را تغافل و چشم پوشی تشکیل می دهد. یا باز در روایت دیگر نقل شده است که العاقل نصفه الاحتمال و نصفه تغافل. به جای مؤمن عاقل گذاشته شده است، که شخص عاقل کسی است که نصف شخصیتش را تغافل و چشم پوشی از خطاهای دیگران تشکیل می دهد. در هر صورت تغافل خودش یک اصل تربیتی است. انسان برای طرف مقابل عامدانه و آگاهانه فرصت می دهد، مهلت می دهد برای اینکه شخصیت طرف لکه‌دار نشود و آبرویش از بین نرود، فرصتهای اصلاح را برای دیگران در اختیارش قرار می دهد. در قرآن کریم از خود چشم پوشی و تغافل و عفو و اغماز گاهی تعبیراتی داریم. واژه صفح مثلا به کار رفته است، ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور الرحیم. واژه صفح در قرآن کریم دقیقا معادل همین نکته هست، که معادل تغافل هست، که محضر شما بینندگان عزیز توضیح داده شد. در هر صورت عیب زدائی از خود، به جای عیب جوی از دیگران، همچنان که عرض کردم یک بحثی دو پهلو هست، هم قابلیت طرح در اخلاق اجتماعی را دارد و هم قابلیت طرح در اخلاق فردی را دارد. در قرآن کریم راجع به خود عیب جوی آیات و مطالب مطرح شده است، از جمله در سوره مبارکه حجرات آیه 11 در این جهت مطالب بسیار فراوان مطرح شده است. و در کل وقتی قرآن کریم را مطالعه بکنیم، آیات زیادی در ارتباط با عیب جویی قابل پیاده کردن و قابل تفسیر هست. در هر صورت اگر به سراغ روایات هم برویم، میبینیم که در این راستا در تحت عنوان اشتغال به عیب خویشتن به جای عیب جویی از دیگران، باز روایات زیادی مطرح شده است. در کتاب معجم المحاسن والمساوئ جلد 2 صفحه 206 به بعد 36 روایت را از کتاب‌های مختلف روایی از جمله کتاب معروف کافی در این راستا نقل می‌کند. و وقتی انسان این روایات را مطالعه می‌کند، انصافاً به اهمیت و جایگاه اصلاح خود به جای توجه به عیب دیگران پی می‌برد. برخی این روایات را تبرکاً محضر شما می‌خوانم. البته در کافی شریف در باب الانصاف والعدل این روایات مطرح شده است، از جمله حدیث 16 است که آقای امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که ثلاث و خصال من کن فیه، سه تا ویژگی و خصلت هست که اگر کسی اونها را داشته باشد، او واحدت منهن. بر اساس این روایت حضرت می فرماید نه هر سه، اگر یکی را هم داشته باشد، کان فی ظل عرش الله یوم لا ظل الا ظله، در روز قیامت در امان خواهد بود، در ظل عنایت خداوند خواهد بود، و روزی که فقط خدای سبحان می تواند کسی را نجات بدهد. بعد حضرت سه تا ویژگی رو مطرح میکند. یک از ویژگی ها و رجلون لم یعب اخاه المسلم به عیبین، مردی که عیب مسلمان دیگری را به قصد سرزنیش مطرح نمیکند، حتی ینفی ذلک العیب عن نفسه،
مگر اینکه در ابتدا اون عیب را از خودش برطرف بکند. اگر دیگری را به خاطر کم غیبت، به خاطر حسد، به خاطر بخل، به خاطر هر عیب دیگر سرزنش میکند، شایسته است که اول از خودش اون را برطرف بکند. فانه لا ینفی منها عیبا. بعد روایت اینجا تعلیلی دارد، کسی هیچ عیبی را از خودش بر نمی دارد و اصلاح نمی کند الا بدا له عیبون، مگر اینکه فورا متوجه می شود که عیب دیگری در خودش باقی مانده است. و کفا بالمرء شغلا بنفسه عن الناس، همین که انسان مشغول عیب زدایی از خود باشد، خودش را آرایش بدهد، خودش را اصلاح بکند، برایش کافی هست. به عبارت دیگر تا آخر عمر خود همین کار تمام شدنی نیست و نوبت نمی رسد فرصت این کار که انسان دیگران را سرزنش بکند و عیب دیگران را بر روخش بکشد برای او باقی نخواهد ماند. اللهم اني اسالك من اسمائك باكبرها وكل اسمائك كبيرة. اللهم اني اسالك باسمائك كلها. در هر صورت بر اساس این روایت شریف میبینیم چه جایگاهی مهمی برای این فضیلت اخلاقی مطرح شده است. اینکه انسان مشغول خودش باشد، متوجه عیب و عیوب خودش باشد، خودش را مسئول بداند و اینکه بتواند پاسخگوی صفات و رفتارهای خودش باشد، بر اساس این روایت این شخص اهل نجات هست و در قیامت مشمول عنایت خدای سبحان خواهد بود. در هر صورت از این دست روایات در مجموعه روایات ما زیاد هست، همانطور که عرض کردم حدود 36 روایت را نقل کرده است در این کتاب و روایات در حدی است که نیاز به بحث سندی هم ندارد. روایت دوم را اینجا بخوانم، باز در همین کتاب که حدیث نوی کتاب را تشکیل میدهد، قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول، از آقای امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود اذا رأیتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسیا لذنوبه فاعلموا انه قد مکر به. اگر دیدید کسی را که همیشه موضوع صحبتش عیبه های دیگران هست، از خودش هیچ چیزی نمیگوید، در هر مجلسی، در هر حالی، در هر حالتی فکر و ذکر و صحبت و بیانش متوجه نقایص دیگران هست، کانه خودش اصلا هیچ گونه عیبی ندارد. این روایت بسیار مضمون سختی دارد. اینجا بر اساس روایت حضرت می فرماید فعلمو انه قد مکر به، به یقین بدانید که این شخص مورد مکر و مورد سرزنش خدای سبحان قرار گرفته است و خدای سبحان این مهلت را برای این شخص می دهد تا چند روز عمرش را استفاده بکند و در بدترین حالت از این دنیا در پیشگاه خدای سبحان منتقل بشود. احیانا گاهی مکرهای خدای سبحان بسیار پیچیده است و این خود بحث مکر و مکر خدای سبحان جز اون معارف است که نیازمندی صحبت بسیار زیاد هست. در کل هر که علمش، قدرتش، تواناییش و استعدادش بیشتر باشد، مکر و نقشه‌اش هم خطرناکتر خواهد بود. به گونه انسان را کمین میکند که هیچ گونه راه فراری نخواهد داشت. بالاخره در بسیاری از موارد ممکن است دشمنان برای انسان کیدی بکند، نقشه را بکشد، انسان بتواند نقش اش را خونسا بکند. ولی اگر خدایی نکرده خدای سبحان برای انسان مکر بکند و نقشه بکشد، به هیچ عنوان برای انسان مقدور نیست که از این نقشه فرار بکند و بتواند خودش را نجات بدهد. در هر صورت این دو تا روایت برای این بحث کافی هست، اون از جهت فضیلتش و این هم از جهت مقابلش که اگر خدای نکرده انسان
هیچ گونه توجهی به خودش نداشته باشد، فکر بکند که عمرش، رسالتش، مسئولیتش و کل وقتش این هست که مشغول طبابت دیگران باشد، دیگران را عیبش را بروخش بکشد. این شخص در واقع مشغول مکر خدای سبحان شده است. البته نباید قاطی کرد عیب جویی با عیب زدایی را. کسی که مشغول عیب زدایی در جامعه باشد، این خودش در واقع به یک معنا مشغول خیشتن شده است، چون در راستای کمال خود و در راستای اصلاح خود است و در راستای اوامر خدای سبحان هست که این کارها را انجام می دهد. این در ارتباط با آیات و روایات، آثار و پیامدهای عیب جوی هم کاملا مشخص هست، وحدت اجتماعی را متزلزل می کند، انسجام را از جامعه از بین می برد، مردم، ملت، شهر که خدای نکرده خصلت غالبش این کار باشد، مشخص هست که اعتماد عمومی لطمه خواهد دید، وحدت اجتماعی از هم می پاشد و به صورت طبیعی انسان ها به همدیگر اعتماد نخواهد کرد. باعث می شود که کینه ها زیاد بشود، باعث می شود که کدورت ها زیاد بشود، در حالی که برعکس اگر مؤمنان به جای دیگران مشغول خود باشند، صفا و مودت و محبت بیشتر خواهد شد. یکی از صفات خدای سبحان در روایات ما و شما خود همین ستار بودن خدای سبحان است. اینکه انسان بتواند صفت خدا را در خودش پیاده بکند و با اینکه از عیب دیگران مطلع هست، فوراً این عیب را بر روح دیگران نکشد. در هر صورت برای درمان کسی که به این بیماری روحی مبتلا بشود و همیشه منفی بین باشد و همیشه عیبه های دیگران را برجسته بکند، راه های هم در آیات روایات مطرح شده است. در قرآن کریم در سوره مبارکه قلم آیات 10 و 11 از این روایات استفاده می شود که این افراد را اطاعت نکنید. به عبارت دیگر برای اونها مکانت و ارزش قائل نشوید. کسی که همیشه عیبه های دیگران را مطرح می کند، شما تأیید نکنید، کوشش بکنید که این افراد منزوی بشوند و این حالت خود به خود زمینه خواهد شد که این افراد اصلاح بشوند. البته نسخه کلی برای درمان این بیماری وجود ندارد. در موارد ممکن است عیب جویی سببش کی نباشد، در موارد ممکن است عیب جویی سببش حسد باشد، در موارد ممکن است عیب جویی سببش ریاست طلبی باشد. در هر صورت به حسب مورد باید اونجا درمان کرد و با اون ریشه مبارزه کرد تا نتیجه اش این باشد که یک شهروند محل نظر قرآن و سنت، مؤمن که از اون تعبیر می شود، یکی از صفات برجستش این باشد که مدام مشغول خیشتن خیش باشد و مدام همتش این باشد که خیشتن خود را تغییر بدهد و در صدد ساختن خود باشد، نه اینکه همیشه دیگران را نابود بکند و آبروی دیگران را از بین ببرد. در هر صورت با توجه به کمبود وقت و فرصتی که در این درس در اختیار هست، در ارتباط با این درس به همین مقدار اکتفا می شود. امیدوارم که شرح مختصر و کوتاهی در ارتباط با عیب زدایی از خود به جای دیگران محضر بینندگان عزیز ارائه کرده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله يا الله، الله سبحان الله.